گه عشق به ذات می نماید، گاهی به صفات می نماید. مولانا عبدالرحمن جامی. عرض ادب دارم خدمت شما همینانم. آقای امیر درخشان کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره، از سایمانه سپاسگزارم. چند هفته ایست که با آقای دکتر اسماعیل نوریالا هستیم پیام و گوش میدیم به مجموعه خاطرات این روشن فکر برجسته و پرآوازه ما. ایشون از مرغزار سبززار عشق رفتن به قلعه سینما، بعد سفری که داشتن به عربستان سعودی، نخستین سفر به اون کشور از مدینه به سمت مکه. درود بر شما. سلام میکنم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و بینندگان گرامی برنامه تون. ببخشید جلو زیارت شما رو گرفتیم اون روز به خاطر اتمام وقت، امیدواریم که گناه کبیره مرتکب نشده باشی. حالا دیگه اون دنیا بریم ببینیم که ما چیکار میتونیم برای شما بکنیم. خب استاد نوریالا، چه گذشت در عربستان بر شما؟ این اول من در واقع ما داشتیم راجع به سینما صحبت میکردیم، تا آمدیم به بسم اللهش رو بگیم، مسئله سفر به مکه پیش آمد و رفتیم توی سفر مکه و بنابراین هنوز اون بدهی مربوط به سینما باقی میمونه. ولی چه خوب شدش که این بحث رو پیش کشیدیم، برای اینکه خیلی به تجربه کار من در سینما هم این مسئله برمیگرده. یعنی در فاصله سال 46 تا سال 52-53 من هم در کانون نویسندگان بودم، هم فیلمساز بودم و هم در عین حال مقیم مسجد و خانقاه و اینها در پی پیدا کردن معنای عرض کنم حکمت اسلامی، و این کار منو کشوندش به عرض کنم به مکه. به کدام خانقاه می رفتید اون زمان؟ من اکثر خانقاه های ایران رو سر زدم، برای که کنجکاو بودم که چی میگن. گنابادی ها بودن، ذهبی ها بودن، عرض کنم که نقشبندی ها بودن، هر جا که میتونستم و راهی پیدا میکردم میرفتم که ببینم واقعا معنای خانقاه در مقابل مسجد و مدرسه، این ستا عرض کنم که نهاد اجتماعی که مثلا حافظ تمام شعرش مشهون از شرکت در اینها هست، معناش چیه؟ اما ببخشید در این سیر و سیاحت، سیر و سیاحت معنوی، کسانی هم شما رو همراهی میکردن یا این کار رو به تنهایی انجام میدادید؟ نه خیر، من دوستانی داشتم، عرض کنم که دو تا دوست به خصوص بودن که از مشاهیر نبودند ولی از دیرباز با هم در سازمان برنامه هم کار بودیم، هم یه قوم خویشی داشتیم و ستایی با هم در این اشتیاق حرکت کردیم. این اشتیاق البته وسعت هم پیدا کرد، مثلا به جایی کار کشیدش که مثلا چندین جلسه آقای داریوش آشوری هم آمد نشست سر این بحث‌ها، چون او هم به یک صورتی مشتاق احمد فردید شده بود و از اون طریق به حکمت مثلا خسروانی و اسلامی و این حرفا توجه داشت و غیره. خیلی ها بودن که علاقه مند شده بودن ببینن جریان چیه. یعنی این سیاره شعر و اینها شما رو به اصطلاح اسباب رضایت درونی شما رو فراهم نمی‌کرد، احساس یه نوع نارسایی درونی میکردی؟ در مسلمن اینطوره، اینطوری بود. عرض میکنم مسئله در اینه که خب شعر و سیاست به یک نوعی در اواخر دهه 40 به یک نوع بنبستی کشیده شده بودن و آدم احساس میکرد که مملکت داره برمیگرده یا میره به طرف یک انسداد تاریخی که زندگی اجتماعی درش عرض کنم که مختل میشه، و در این حال خب این خود به خود آدمی رو که اهل تولید و قلم و اینها هست میکشونه به یک طرف، یه نوع پوچی فلسفی که اصلا من چرا زندم، چرا اصلا دارم کار میکنم، نفس میکشم و غیره. و بعد حالا توی حوادثی هر کسی به یک نوعی به آدمی برمیخوره و اون آدم میگه که بیا من یه عینک بهت میدم دنیا رو به شکل دیگه ای هم ببینی، و بعد شما این عینک رو به چشم خودت میزنی و میبینی این جهان دارای یک معنای دیگری هم هست. که البته در خود تفکر
ایرانی اسلامی ما هر همواره به این دو عینک اشاره شده است. حتی الان یادم نمیاد که آیه قرآن یا حدیث نبویه که میگه که، یا نه مال سعدی فکر میکنم که میگه ما عرفناک حق معرفتک و ما علمناک حق علم فلان، یعنی علم و معرفت رو به عنوان دو سوی یک سکه بینش انسانی قرار میده. از یک سو شما به وحدت وجود و به وجود مثلا صانع و خداوند و این حرفا فکر میکنی و اون فکر تو اسمش هست معرفت. اما این ور که نگاه میکنی که میخوای جهان مادی رو در بیابی، قوانین حاکم بر اون رو بفهمی که چیه، این میشه علم. این علم و معرفت عرض کنم که در این حال که همواره با هم در تضاد بودند و هر کدوم دیگری رو مسخره میکردند و نفی میکردند، اما در این حال جدایی ناپذیر بودند به خاطر اینکه هر دوتاشون نگرش انسان بودند به کل هستی. کاملا. و وقتی این معلوم میشه که اول مشخصه که این فقط محدود به شما نبوده، اصلا. بسیار بودند به اصطلاح جوانانی که دنبال مفری در مذهب میگشتند. فقط میخوام ببینم که فاصله این تلاش شما برای رفتن به زیارت خانه خدا و انتشار کتاب آل احمد خسی در میقا فاصله چقدر؟ میخوام ببینم اثری گذاشت روی شما یا نه. خب خیلی من رو کنجکاو کرده بود که این چیزی که این ازش به عنوان کنفرانس اسلامی، کنفرانس بین المللی اسلامی نام میبره و در نسخه‌ای که میپیچه میگه که اگر بشود از این کنفرانس استفاده بهینه‌ای کرد در مقابل مثلا تجاوزات غرب و شرق و اینها، این راه حله. این برای من عرض کنم که خب کنجکاوی برانگیز بود. عجیبه، رو منم هم همین اثر رو گذاشت آقای نوریان. بله؟ رو منم هم همین اثر رو گذاشت و من یه مقاله درباره اسلام نوشتم بلاغه، این اولین و آخرین بوده و همین اثر رو روی من داشت، روی من داشت. به خاطرتون هست؟ بله بله، در مجله فردوسی. بله بله، کاملا کاملا. بله عرض کنم، اما مسئله کنجکاوی من از حد مسئله سیاسی گذشته بود. من واقعا علاقمند شده بودم به اینکه این چه نگاه جالب و عمیقیه به قضیه و بعدم برمیگشتم خب تمام تاریخ ادبیاتمون رو که مرور میکردم میدیدم حافظ، سعدی، مولانا، عطار همه دارن از با این عینک جهان رو نگاه میکنم و منم علاقمند شده بودم که نگاه بکنم. حتی این توی کار شعر منم اثر گذاشته بود، به طوری که یه مجموعه شعری که من در سال 1357 قبل از انقلاب منتشر کردم عرض کنم که درش بسیاری از شعرهای عرفانی وجود داره. شما من میخواستم یه مطلب رو تصحیح بکنم و اون این بودش که گرایش به مذهب فرمودید. من به مذهب گرایشی نداشتم، هنوزم هیچ وقت فکر نکردم که اون عینک میتواند ما رو به مذهب برساند. من در مفاهیمی که به کار میبرم یک سری تفکیک های خیلی دقیقی رو رعایت میکنم. مثلا من معتقدم که بین ایمان و دین و مذهب تفاوت بسیار عمده‌ای وجود داره، به این معنی که ایمان و دین نمیتونن تبدیل به نهاد اجتماعی بشن و اگر که تبدیل نهاد به اجتماعی شدن، اون وقت هم خانقاه و هم مسجد و هم مذهب از دل اون بیرون میزنه. در مرحله ایمان مسئله در این است که انسان حالا روی بیخردی یا واخردی بسته به اینکه چگونه بهش نگاه بکنیم به این عالم پیچیده هستی نگاه میکنه که هر ورقش دفتری است معرفت کردگار و اعتقاد پیدا میکنه که باید یک نظم و نسقی در این عالم باشه و یک عرض کنم که منشأ و آفریدگاری در جهان وجود داشته باشه. در این حدش ایمانه. حتی در دین اسلام هم تا آخر کار پیغمبر اسلام همیشه از ایمان صحبت میشد نه از دین. درست. و حتی وقتی که تعریف میکردن و یه مسلمان کیه میگفتن یؤمنون بالغیب، یعنی کسی که مؤمن است به اینکه عالم غیبی وجود داره. فقط در انتهای کار در آخرین سال عرض کنم که زندگی پیامبر بود که در اون حادثه قدیر قوم و این حرفا
اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی امروز دین تو را بر تو کامل کردیم و دین اسلام به وجود آمد. از نظر جامعه شناسی اگر نگاه بکنید، مسئله دین به این معناست که شما ایمان میارید به خداوند یا به عالم غیب و سپس معتقد میشوید که این عالم غیب به وسیله یک شخص برگزیده‌ای با بشریت تماس گرفته و اون شخص برگزیده رو ما میگیم رسول خدا یا پیامبر. و به همین دلیل ادیان مختلفی در جهان وجود داره که همشون به نام اون شخصی که پیامبر هست نامیده میشن. ما دین موسی داریم، دین عیسی داریم، عرض کنم که دین محمد داریم، دین عرض کنم که بهاءالله داریم. همه اینها همون ایمانه هستند که حالا تخصیص پیدا کردن به یک رسول و یا شخصی. و تا اینجا اصلا قضیه نمیتواند شکل نهاد اجتماعی به خودش بگیره. یک امر قلبی و ایمانی هست و به همین دلیل یکی از مشکلاتی که ما در کلمه سکولاریزم در زبان فارسی داریم این است که مترجمین مختلف ترجمه های مختلفی از این کلمه کردن و یک نوع اغتشاش مفهومی بزرگی رو ایجاد کردن. مثلا من حساب کردم حدود 9 نوع ترجمه از عبارت separation of church and state آمده است. separation of church and state، ادهی ترجمه کردند که جدایی ایمان از دولت، ادهی گفتند جدایی دین از حکومت، ادهی هم گفتند که جدایی مثلا مذهب از دولت، و بعدم ترجمه شخص من آن هست که جدایی مذهب است از حکومت. خیلی هم ترجمه کردن حتی به جدایی مذهب از سیاست که به کل غلطه. به کل غلطه، یعنی هیچ چیزی رو از سیاست نمیشه جدا کرد. درست. به خاطر اینکه سیاست بر بنیاد آدم گذاشته شده، آدم هم تو ذهن خودش میتونه هر گونه جهان رو بنگره. درست. شما نمیتونید اینها رو از هم جدا بکنید. یا ایمان رو شما نمیتونید در حتی یک حکومت سکولار که تشکیل داده اید دم در مثلا یه فیلتر بذارید بگید که هر کسی که اهل ایمانه نمیتونه از این رد شه و وارد مثلا اتاق وزرا بشه. در مورد دین هم همینطور، بگوییم که هر کسی که به دین محمد اعتقاد نداره یا دین مسیح اعتقاد نداره. اما به محض اینکه و در این حال دین و ایمان هیچ نمود خارجی ندارن، شما چگونه میتوانید با انگشت نشون بدید و بگید که این اسلامه؟ اسلام یه امریز کاملا ذهنی و درونی. اما پس از عصر پیغمبران، هر پیغمبری که از دنیا میره یه عده پیدا میشن که به مردم دیگر میگویند که شما نه معنی این کتابی رو که پیغمبر آورده و نه احادیثی رو که از اون پیغمبر به جا مونده، هیچ کدوم اینا رو نمیفهمید، اما ما چون دانشمند و متخصص هستیم اینها رو میفهمیم. و در نتیجه شروع میکنند علاوه بر کتب احادیث و قرآن و غیره یه سری توضیح المسائل می نویسند. یعنی می گویند که هر سوالی دارید بیاید از ما بکنید، ما میریم به اون منابع مراجعه می کنیم و پاسخ رو از اون در میاریم به شما می دیم. اینجا دیگه مسئله نهاد اجتماعی. مذهب یک نهاد اجتماعی، عین خانقاه، عین حزب، عین جبهه و در نتیجه دارای کارکردهای سیاسی و اجتماعی و غیره هم هست. اما اون چی که من رو مجذوب کرده بود مذهب نبود. من به نظرم می آمدش که اینهایی که نمیدونم یادمه عرض کنم که آریانپور، امیرحسین آریانپور که استاد ما بود در دانشگاه، صحبت این رو میکرد که آدمها چگونه خودشون رو از همدیگر متمایز میکردن. بعد میگفت مثلا اون میمونه که از درخت اومد پایین و نم رو دوتا پاش ایستاد و آدم شد و غیره، بعد با قبیله اونوری دعواش که شد، این عرض کنم که مثلا اون که قوی تر بود رفت اونا رو زد، اینا هم در طولی که با اونا میجنگید بهش قضا و غیره میدادن. این دید عجب کار خوبیه که آدم دیگران کار کنن قضای آدم رو بدن. وقتی هم که جنگ تموم شد این انتظار داشت همان گونه باش رفتار شه، و برای اینکه این تفکیک رو متجلی بکنه دو تا مثلا تیل آهن برداشت گذاشتش رو سردوشیش و این حرفا که من با شماها فرق دارم. روحانیت هم
به همین دلیل خودش رو از بقیه مردم جدا میکنه و به صورت یک نهاد سیاسی اجتماعی در کار میاد. این هیچ برای من جاذبه‌ای نداشت. من عرض کنم که آخوند رو که میدیدم، آخوندهای خوب اهل ایمان هم بسیار دیدم، من منکر این نمیشم، ولی در مجموع وقتی که این نهاد روحانیت رو میدیدید، میدیدید که این فقط یک نوع دکانداریه و به همین دلیل هم بعدها به این نتیجه رسیدم که در مقابل عرض کنم که به جای کلمه روحانیت که یک اختراع دوران قاجاره، میدونید قبلا ما به آخوند نمیگفتیم روحانی، بلکه حجت الاسلام میگفتن، حتی آیت الله هم جسارت نمیکردن که بگن ما آیت الله هستیم، ولی حجت اسلام بود یا آخوند بود، ملا بود، مثل که لفظ دینکار از شماست، نیست دینکار. بله، عرض میکنم به این علت بود که من به این نتیجه رسیدم که بهتر است اسم اینها رو به جای اینکه گول الفاظ قدسی ما آبشون رو بخوریم، اسمشون رو بذاریم دینکار. اینا کارشون دینه و از راه دین نون میخورن. دایتا نوری الله، تو این جستجو و کندوکاو و مکاشفهی که داشتید، میخوام ببینم مرشدی هم داشتید یا اعتقادی داشتید به اینکه استادی در این زمینه داشته باشید؟ بله، من عرض کردم که من در دیدار با آیت الله سید مرتضی جزایری متوجه مسئله عرض کنم که اسلام و حکمت اسلامی و غیره شدم. من ایشون رو به عنوان یک آخوند مجتهد نمی دیدم، یه رفیقی بود برای من که عرض کنم که اطلاعات و دانش بسیار فراوانی در عرض کنم که حکمت اسلامی و در این حال ادب فارسی داشت. خب اون وقت نه، خانقاه چی؟ خانقاه فرمودید به خانقاه هم سر میکشید؟ نه، من در خانقاه میدونید پیرها اهمیتشون در سکوتیه که میکنن و وقتی که هم که حرف میزنن چون دانش زیادی ندارن، لااقل اون پیرهایی که من دیدم دانش زیادی ندارن، زیاد آدم رو جذب، یعنی آدمی که مشتاق یک جهانبینی و یک نگرش و تفکره تو خانقاه چیزی پیدا نمیکنه. تو خانقاه یه نوع شرکت بیمه ایه که طرف میره عضوش میشه، پیر میگه من یادم میاد یکی از این خانقاه ها که رفته بودیم میگفتن که هر کسی بیاد عضو خانقاه ما بشه سرطان نمیگیره، یعنی یه عرض کنم که تضمین بیمه‌ای هم بهشون میدادن که شما بیایید عضو خانقاه ما. اینی که هیچ وقت من علاقمند به اون قضیه نشدم، بیشتر کنجکاو بودم که ببینم این هیرارشی یا این عرض کنم که هرم اطاعت و قدرت چگونه عرض کنم که شکل میگیره، که ظاهرش هم خیلی چیز منسجم و قویه دیگه. اصولا همه ساختارهای اینگونه که من تا اونجایی که مطالعه کردم مخترعش هم ایرانیان بودن، یعنی مذهب مهری در ایران مذهبی بود بر بنیاد ایجاد گروه های بسیار به هم پیوسته ای که در واقع دارای ساختارهای پنهان بودن، رو نمی کردن، با خودشون بده بسونایی داشتن، عرض کنم که علامت هایی با هم دیگه رد و بدل می کردن که این بعدن مثلا رفته توی روم و از اونجا رفته به سراسر اروپا و انجمنهای خفیه مثلا فراماسونری و اینها روی این گرده ساخته شدن. اما آقای نوریالا، مثلا همون نهاد مذهب که فرد بودید، به هر حال این خانقاه رو رقیب خودش میدیده، هنوز هم این جنگ ادامه داره، یعنی سرکوب اون دلیل داره به خاطر اینکه آخوند وقتی به وجود میاد که اتصال آدمیان با عالم غیب قطع شده باشه، پیغمبر مرده، حالا من سوال دارم نمیدونم برم از کی بپرسم، آخونده پیداش میشه و میاد میگه که من میدونم که جوابش چیه. آخوند هیچ وقت ادعای اتصال به عالم غیب رو نمیکنه. بگذاریم از 3-4 تا آخوندی که در گذشته عرض کنم که یه همچین ادعاهایی کردن و نتایج عجیب غریب مذهبی داشت و حالا که مثلا میگویند که این آقای خامنه ای مثلا با چاه جمکران در ارتباطه. نه. این تعریف آخوندی نیست. آخوند میگوید که ارتباط با عالم غیب قطع شد، حالا نوبت منه.
به همین دلیل در بسیاری از احادیث شیعه آمده است که اولین جنگی که امام زمان در ظهور خودش میکنه با آخونداست، برای اینکه آخوندا به محض اینکه امام با اون مشخصاتی که تعریف کردن براش ظهور بکنه، اول دکون آخوندا تعطیل میشه دیگه، مردم نیازی به آخونده ندارن، میرن پیش امام ازش سوال میکنن. بنابراین آخوندها بیشترین خطر رو از ناحیه کسانی میبینن که میگوین ما با عالم غیب در تماس هستیم. میگن میگن کسی هم که در رکابیشون هست خواهد شمشیر خواهد زد احمدی نژاده. اینو قبلا اعلام شده بود از طرف اطرافیان های احمدی نژاد. بله. اما تو خانقاه اصلا اصل بر این گذاشته شده است که این پیر خانقاه با عالم بالا در ارتباطه و از طرف عالم غیب داره با مریدان خودش صحبت میکنه. در نتیجه آخوند دشمن فطری و عرض کنم که مادی خانقاه و پیر خانقاه. یه مدتی هم شما در قم گذروندی، تو اونجایی که یادمه حتی به فیضیه هم رفتی. قم کمتر، ولی بعضی وقتا رو کنجکاوی در مورد همین سازمان عرض کنم که مذهبی بیشتر به مشهد می رفتم. مشهد. بله با هم رفتم چندین بار، ولی بله. مشهد رو بیشتر می رفتم. می رفتم مثلا سر کلاس آیت الله میلانی مدتی می شستم، کنجکاو بودم دیگه، ببینم این ساختاری که 1400 ساله دووم آورده و شکل گرفته این چجوری عمل میکنه و کار میکنه. بالاخره به چه نتیجه رسیدید جمعا در این مکاشفه؟ من اعتقادم این است که تا در جهان مرگ وجود داره، تا بیماری لاعلاج وجود داره، تا پریشانی و استیصال وجود داره و ما روش مادی برای حل مسئله نداریم، نمیتونیم جلوی مرگ رو بگیریم، نمیتونیم جلوی بیماری لاعلاج رو بگیریم، ذهن آدمی میره دنبال یک قدرت‌های اسطوره‌ای و کهنی که فکر میکنه که سرنوشتش دست اونهاست و اونها رو اگر راضی نگه داره این سرطانش خوب میشه. تا این وضعیت وجود داره محال است که از جامعه بشری یه امری به نام ایمان، اعتقاد، دین و عاقبت مذهب و خانقاه رخت بربنده. شما نگاه کنید 70 سال حکومت شوروی اعلام کرد که یک حکومت سکولار دیگه، به محض اینکه فروپاشید همه عرض کنم که کلیساها و مساجد و کنیساها از دل خاک بیرون آمدن و دو مرتبه زنده شدن. آخوندها با همون کارهایی که قبلا میکردن ظهور پیدا کردن. در نتیجه اگر که از منظر فلسفی بخوایم به قضیه نگاه بکنیم یا امر دیگه ایست، خب یه آدمی که اهل مادیگری هست و نه خدا رو قبول داره نه پیغمبر رو قبول داره و میگه زندگی همینی که هست، مثل خیام مثلا، بله، به اصطلاح قدما دهری مذهبه، خب اون عرض کنم که میتونه اینجوری باشه، ولی اکثریت مردم مثل اون نیستن. اکثریت مردم نیاز دارن، به قول کارل مارکس اگه خدا وجود نداشته باشه خدا رو اختراع میکنه. درست. و به نظر من اشتباه نیچه در این بود که فکر کرد که با آغاز اصل مدرنیسم خدا مرده است. بله. ببینید تو این جمله نمیگه که خدا نیست، میگه خدا مرده است. بله. یعنی میگه تا دیروز وجود داشت. درست. ولی این تفکر مدرن کاری کرد که خدا بمیره، در حالی که به نظر من این اشتباه بود. خدا با قاهریت تمام در وجدان آدمیان حضور داره، دین همینطور و همه اینها. خب حالا میخوام ببینم در خود شما این خصوصیت، این گرایش حفظ شد تا به امروز، یا اینکه نه یک جایی بهش تصفیه حساب کردید یا تعدیلش کردید، ولی کماکان در وجودتون زندگی میکنه. احساس میکنم هنوز داره زندگی میکنه. واقعا من صمیمانه نمیتونم به این پرسش پاسخ بدم، برای اینکه نمیدونم. من عرض کنم که مثلا خب حالا که سنم میره بالا، به قول این شوهر خواهرم هی میگه که آقا یادت باشه دهه آخره ها، یعنی که به هر حال من مثلا شدم 71 سالم، میگم چند سال دیگه ممکنه زنده بمونم و بمیرم. خب قبلا مرگ یک امر بسیار اسرارآمیزی برای من بود، اما الان به عنوان یک پروسه طبیعی محسوب میشه که خب آدم به دنیا میاد، یه موقعی هم چشمشو هم میذاره میره دیگه. این که حالا یه روحی اونجا وجود داشته باشه بیاد بیرون و برود
به مثلا عوالم ملکوتی و در اونجا حالا اعمالش رو بسنجند و غیره، اینا به نظرم بیشتر شوخی میاد. شوخی. من احساس نمی کنم که عالم غیبی وجود داره، اما در عین حال حتی اگر از دید علمی به جهان امروز نگاه بکنید، بلافاصله این یک امر بدیهی علمی محسوب میشه که شما این چشمی که دارید چشمی است که در مختصات معینی کار میکنه. یعنی اینکه ما از یه سو علم ما به ما میگوید که جهان ما تشکیل شده از توده انبوه اتم ها، اما چشم ما طوری ساخته شده که این اتم ها رو ما به شکل این عالم متعین میبینیم. بنابراین همین عالمی که روبرومون هست میتواند تعین های مختلفی پیدا کنه. به قول مولانا میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، لاجرم دنیا کبودت مینمون. بنابراین من نمیتونم بگم که جهان همین است که من میبینم و درک میکنم. انقدر هست که بانگ جرسی میآید. انقدر هست که بله کاملا. و بیشتر عرفای بزرگ ما هم به این مسئله توجه داشتند که بسنده نکنیم تو که از نظام طبیعت نمی روی بیرون. نظام طبیعت یعنی این پنجتا حسی که من دارم، ولی این پنجتا حس فقط دستگاه های خبرگیری من از جهان بیرون من هستند که خودشون رو در این صورت برای من متعین می کنن. با 100,000 چهره برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. ما داریم این جهان رو تماشا میکنیم بدون اینکه یقین داشته باشیم تماشای ما قطعیت دارد در این موضوع. علم ما میگه ندارد، علم ما میگه همه چیز در نسبیته. نه، و بقیه مسائلی که علم بعد از اینشتین به خصوص مطرح کرده است در عالم فیزیک. در نتیجه میخوام بگم که من به اون صورت که یه عده اصلا میگویند جز این عالمی که به حواس ما در میاد چیز دیگه‌ای وجود نداره و ادراک ما ادراک قطعی از جهانه، من این رو ندارم. متوجه. و فکر میکنم که یکی از دیده هایی که بیرون آمده که این جهان رو نگاه کنه من هستم، بعدم خاک میشم میرم. میفهمم. از این لحاظ که بگیریم من خودم رو به عرفان نزدیک میبینم. اما اگر بخوایم بپردازیم به عالم غیب و این حرفا، نه من زیاد اعتقادی ندارم. داشتم ریالا وزت کس کنم، شما میدونم که خب با فرمهای کلاسیک در شعر چندان چی ندارید، چندان نظر خوشی ندارید، معتقدید که این به اصطلاح ادامهش نظر ندارم. نه همون حالا میخوام ببینم با احساسهای سنتی مزمن کهنه مثل عشق چجور کنار اومدید، چون کماکان میبینم تو شعرهای شما عشق خیلی زنده است. ببینید من توی دومین کتابی که راجع به شعر نوشتم به نام تئوری شعر، از شعر نو تا شعر عشق گفتم. بله. اعتقادم بر این است که ذات هنر عشقه و اساساً کسی که عشق نداشته باشه نمیتونه اثر هنری بیافرینه. استدلال من هم این است که انسان بسیاری از مطالب رو میتواند از طریق واژه ها و مفهوم ها به دیگران منتقل بکنه، اما اصل قضیه در این است که فقط از طریق عشق است که شما از منیت خودت میای بیرون و این جهان رو در زیبایی باشکوه خودش میبینی و لمس میکنی و درک میکنی. تا موقعی که توی جرثومه وجود خودت زندانی هستی و همه چیز رو بر حول محور خودت میبینی، اصلا درک زیبایی درک آفرینش در تو به وجود نمیاد. اما به محض اینکه عشق در تو به وجود میاد، عشق اون گذرگاهیه که تو رو از خودت نجات میده. به قول حافظ میگه تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. سلام بر عشق. همیانانم دنبال میکنیم گفتگوی بسیار جالب با دکتر نوریالای عزیز. دکتر نوریالا فعلا خداحافظ شما. مرمت شما زیاد.